با درود گرم به شما هم سرزمینان ارجمندم، دکتر دانش فروغی هستم و برنامه روانشناسی روشنگری رو پی میگیرم. همون گونه که مشاهده میکنید در برنامه امروز ما آقای امیر شهرتی سکاندار هستند. جناب مهندس شهرتی هدایت میکنند، با خانم دکتر رشیدیان هستیم، دیپلمات در حل مسائل جنسی و درمانهای جنسی. با خانم دکتر سپیده هستیم، ایشون پزشک هستند، در جنوب ایران خیلی خیلی تجربه اجتماعی دارند افزون بر آنچه که در پزشکی دارند. خوب، پیشگفتاری رو شروع میکنم پیش از اونه که راجع به برنامه امروز اون چیزهایی که مربوط به امروز است صحبت بکنیم، به دلیل اینکه در هفته هایی که گذشت میدونید خیلی خیلی حوادث مهمی در تمام دنیا پیش اومد، همه جا داستانهای عجیبی هست راجع به کارهایی که انجام شده، حوادثی که اتفاق افتاده، اون چیزهایی که الان در اروپا داره اتفاق میفته، مبارزه‌ای که الان داره میشه با تروریسم به طور کلی در جهان، اینا تمامش خبرهاییه که هست. ولی یک خبر که مربوط به ایران باشه، به ایران ما باشه، چون میدونید بالاخره ما همه هوش و حواس و زندگیمون اونجاست، اون جاییست که ما ریشه ما از اونجاست، وجود ما، هویت ما با ایرانی بودن ماست. در هر حال در هفته‌ای که گذشت شاهزاده یک سخنرانی بسیار جالبی داشت. علت اینه که این مسئله رو مطرح میکنم به دلیل اهمیتی است که این موضوع داشته و ایشون در یک جمع بسیار بزرگ، حالا من نمیدونم چه تعدادی بودن، مثل اینکه بالای 1000 نفر، ایشون سخنرانیشون در مورد این بود که ما به عنوان یک ملت مستقل از شما هیچ تقاضای کمک از جایی کسی نداریم، فقط و فقط میخواهیم که اگر غرب قصد داره که واقعا در دنیایی که این چنین آشوب هست بتونه موفق بشه، باید دستش از پشت اون دیوار خرابی که بر سر ملت ایران خراب شده اونه برداره، در اون دسته بقیه کارها رو خود ملت ایران انجام میدن و راه حل زندگی خودشون پیدا میکنن. این اون پیامی بود که بیشتر در واقع داشت تشریح میکرد که ما مستقل هستیم و کمک از کسی نمیخواهیم، چون این سخنرانی در نهایت قدرت انجام شد و در نهایت آنستی و صداقت انجام شد. و دلیل این قضیه این بود که ناگهان ما دیدیم که از در و دیوار یک مثل این که مثلا لاره زنبور، مثلا شما یه دفعه آتیش برده باشی نزدیکش، زنبورها یه دفعه میریزن بیرون، از تمام دنیا یک دفعه ما دیدیم که حملات بسیار شدیدی به شاهزاده شده و شاهزاده بالاجبار یه دفاعی در این مورد میباست از خودش میکرد، به ویژه در مورد استادان صادراتی و به طور کلیت آخوندهای صادراتی که به امریکا اومدن و قصدشون اصولا این است که بتونن همچنان که در گذشته مرسوم بود بتونن با عواملی در اینجا تماس بگیرن و بخوان واقعیت‌ها رو جور دیگه نشون بدن، در واقع چاپلوسان و ملیجک هایی که در طی سالها آزمایش خودشون دادن از لحاظ تملق و چاپلوسی و مقامگیری و رسیدن به آلاف و علوف به قول معروف. شما نگاه بکنید وقتی که ما صحبت چاپلوسی رو میکنیم یاد رضاشاه کبیر میفتیم که موقعی که به سلطنت رسید یکی اومده بود گفته بود که
ما امروز در کنار پادشاه قدر قدرت با عظمت فلان تو اومدی حرفا رو بزنی، گفت خفه شو از این حرفا نزن. کدوم قدم قدرت شما من خواستید گذاشتید اینجا؟ ببینید ما باید با واقعیت های زندگی روبرو بشیم و واقعیت ها رو ارج‌شناسی بکنیم. اینایی که میان اینجا بر علیه ملت ایران شروع میکنن به پشتیبانی از جهل و جنون و جنایت، ما اونها رو نمیخواییم، ما اونها رو احتیاج بهشون نداریم. ولی در طی این مدت به شما عرض بکنم چیزهایی که ملت بهش دل بسته بود، یکیش مسئله انتخاب نخست وزیر بود. این مدت که من نبودم، آقای این بریف این دوره در واقع به شما عرض بکنم که امیدی که ملت دست به صدا در دلشون شاید به وجود برای بعضی ها به وجود اومده بود، ایشون آقای پزشکی هستند که نخست وزیر شدن، ولی به محض اینکه دست و مشتش بالا برد ملت فهمید که با کی سر و کار داره. در هر حال ما مواجه هستیم با یک واقعیت هایی که پزشکی که باید الان با این بیماری دنگی و منگی و نمیدونم حالا خانم دکتر سپیده راجبه این موضوع بگن این اصلا چی هست و که نمیدونیم، به این مبارزه بکنه، یا پزشکی که متخصص قلب جراحات قلبی مردم رو بتونه کاهش بده خودش به جراحات قلبی مردم اضافه نکنه، این کار درست نیست. به هر جهت خیلی خیلی خوشحال هستم که دیدار دارم با خانم دکتر میترا رشیدیان که واقعا متخصص بسیار ارزنده ای هست، و خانم دکتر سپیده که دلش بخواد به همین عنوان شناخته بشه. حالا نام خانوادگیشه، اگه خودش دلش خواست میتونه خودش معرفی بکنه به اون صورت، ولی به من گفته بود من با همون سپیده میام از روز اول. ما هم به هم وفاداریم نسبت به همون کلمه که قراری که روز اول با هم گذاشتیم. خیلی خوش آمدید هر دو. مرسی. خیلی متشکرم آقای دکتر. خب در صحبت‌های امروز یکی مسئله به شما عرض بکنم که اصولا خشونته، یه خشونتی که مربوط به روسری اتفاق افتاد و میخوام از اینجا شروع بشه که شماها ادامه بدید. روسری به هر جهت گشت ارشاد هست و اومده بعضی از اتومبیل هایی رو که مربوط به افرادی بوده که روسری داشتن میخواسته ضبط بکنه. حالا برای این ضبط در نور، در شهر نور، دیروسی چی پیروز یه دونه از این اتومبیل ها از دست ارشاد فرار کرد که ضبطش نکنم، بستنش به گلوله و کشتم طرفه. این همین حالت در علی گودرز شهر دیگر اتفاق افتاد، یکی دیگر اونجا کشتم. حالا این مسئله رو داشته باشید، این خشونت رو، لازم نیست که این جریان ها بشه. حالا مثلا همون خانم یا همون آقا توی خیابونای دیگه یا در محیط کاره، در محیط کار چه تجاوزهایی داره انجام میشه. از خانم دکتر سپیده شنیدم که چقدر این موضوع اشاعه پیدا کرده و وجود داشته در کشور ما. حالا میتونیم شروع بکنیم راجع به خشونت‌هایی که در ادارات اتفاق میفته، چه ادارات دولتی باشه چه ادارات ملی باشه. وقتی زن میره اونجا کار میکنه باید به گونه ای باج بده از قرار معلوم. بفرمایید خانم دکتر رشیدیان. خواهش میکنم، من متاسفم از اون چیزی که شنیدم و میبینیم که خشونت در مورد زنها به طور کلی
همه جا اتفاق میفته. یعنی اگر که در ادارات ایران خبرهایی میرسه که خشونت به فرمهای مخصوص اونجا اتفاق میفته، در دنیای غرب هم میبینیم که خشونت ها در سطح های کمپانی های خیلی بزرگ، در سطح پایین تر، در هر، میشه گفت در هر ارگانیزیشنی این خشونت ها و این بایس ها، این محدودیت ها کم و بیش خودشو نشون میده. و به طور کلی این بله جزو خشونت یا اگریشن یا اگریسیو بیهیویر در دنیا بسیار همیشه در طی تاریخ نگاه میکنیم رایج بوده. و اصولا اگر ما بخوایم خشونت رو بشناسیم، بیایم اصلا ببینیم که تعریف اصلی خشونت یعنی چی و اصلا چرا خشونت وجود داره. خشونت یعنی این که یک نفر میاد، حالا یا با ضمیر آگاه یا ضمیر ناآگاه، به یه نفر یا به یه گروهی میخواد صدمه بزنه. و بر اساس تحقیقاتی که وجود داره در مورد تاریخچه خشونت، و همونطورم که فروید گفت پایه و اساس خشونت بر اساس ترس هستش، و ترس از این که انسانی که تولید خشونت میکنه به هدف خودش نرسه. و ما خشونت رو از زمان کودکی یاد میگیریم. به عنوان مثال تحقیقات نشون میده از بچه های دبستان، در سن دبستان، از نوجوانان در سن مثلا 13-14 سالگی، کسایی که با خشونت با همدیگه رفتار میکنن، وقتی که سوالهای متفاوتی از اونا در مورد رفتارشون سوال میشه، میگن که خب ما اگر نزنیم ما رو میزنن، اگر که ما داد نزنیم سر ما داد زده میشه، و اگر که ما زور نگیم به ما زور گفته میشه. و بعدش هم یا یه چیز دیگه که میگن، پس ما هدفامونو چجوری باید به دست بیاریم. یعنی پس میبینیم که این برمیگرده به این که این کودک نهایتاً در محیط خانواده یا در اجتماع بزرگتری که رشد کرده، چطور یاد گرفته برای اینکه به هدفهاش برسه چی کار باید بکنه. در حقیقت انگار خشونت یک حالت راز بقا داره برای بعضی ها در اجتماعهای مختلف، و برای هر کسی در اجتماعهای مختلف این راز بقا مفهوم متفاوتی داره. اینه که حالا ما در سطح خانواده خشونت ها رو میبینیم، تفاوت ها رو میبینیم، تفاوت های رفتاری رو میبینیم، که این تفاوت های رفتاری بین افراد خانواده میتونه باعث خشم درونی، میتونه باعث اینسکیوریتی بشه که تولید خشم میکنه. و بعد میبینیم که این منتقل میشه به کامیونیتی، اجتماع بزرگتر، و بعد همینطور اشخاصی که یاد میگیرن با خشونت میتونن به هدفهاشون برسن، میبینیم که وقتی که میرسن در سطح‌های بالاتر، و این اصلا ربطی هم به تحصیل و مقام و این حرفا نداره، بلکه یک روش زندگی میشه. همون راز بقای من اینه که من با خشونت و با زورگویی به اون هدفی که میخوام برسم. حالا این هدف میتونه در سطح یک کمپانی باشه، در سطح خانواده باشه، در سطح اجتماع وسیع‌تر باشه، در مقام سیاسی باشه، در هر مقامی میتونه این خودش رو بیاد و نشون بده. و ما میبینیم که خشونت‌ها به فرم‌های مختلفی معرفی میشن، یعنی انسان‌ها میان اینا رو نشون میدن. حالت دفاعی هست، حالت حمله‌ای هست، حالت کنترل هست، حالت غارتگری هست، حالت به اصطلاح مثلا محلی هست، حالا حتی ما خشونت ساکن و یا سایلنس داریم که اصلا کسی نمیدونه طرف چه خشونت، چقدر خشم درش هست و چجوری این خشم رو مثلا میبینیم یه دفعه یک منطقه وسیع منفجر میشه به وسیله یک نفر. یا میبینیم که در خود همین آمریکا مثلا یک نفر پا میشه میره یه دفعه شلیک میکنه توی مدرسه و ده ها نفر رو زخمی میکنه و انسان ها رو میکشه. و میبینیم که خشونت میتونه به خاطر رنجش عمیق باشه، به خاطر حالتهای روانی باشه. بنابراین
باید بررسی کرد. وقتی که یک خشونت یا ما نسبت به یه افرادی میبینیم، باید نگاه کرد به اون اجتماع و ببینیم که اون خشونت سنتیه، برای اینکه این دفعه سنت و کالچر اینجا نقش مهمی داره در اینکه انسان‌ها چطور میان خشونت خودشون رو نشون میدن. در بعضی از سنت‌ها خشونت‌ها به وسیله تنبیهات مختلف هست، قراردادهای اجتماعی بر اساس سنت‌ها تثبیت میشه و کسی که بخواد توی اون کادر نباشه مسلماً تنبیه میشه. حالا این تنبیه‌ها به فرم‌های مختلفی که میبینیم در سراسر دنیا خودشون نشون میده. پس بنابراین خشونت یک رفتاری هست که از شاید از بدو پیدایش انسان بوده و میگن طبق تحقیقات میگن که اینا بسته بوده به اینکه انسان دقیقا از حیوانات دیگه یاد گرفته که برای راز بقاش باید حمله بکنه و بهش حمله نشه و چیکار بکنه که بتونه خودشو در یک مقام امنیت و یک مقامی که کنترل کننده باشه نشون بده و نگه داره که صدمه ای نبینه و از اون طریق بتونه به هدفهای خودش حالا در هر سطح اجتماعی که هست بخواد برسه. پس این یک مسئله بسیار عمیقی هست و خشونت میبینیم که میتونه گروه زیادی رو تحت شعاع خودش قرار بده، میتونه گروه کمتری رو تحت شعاع خودش قرار بده، ولی چیزی که خیلی اینجا مطرحه که ما خشونت رو از زمان کودکیمون یاد میگیریم. بنابراین چیزی نیستش که بگیم که یه چیزی که انسان بعداً باش مواجه میشه. نه، حتی بین دوتا خواهر برادرم ما میبینیم که خشونت ها هست و انسان یاد میگیره خشونت یک راه کامیونیکیشن، یک راه ارتباط برقرار کردنه و از طریق زورگویی میشه به هدفها یا به هدفهای کاذب رسید. بسیار خوب. خوب خانم دکتر سپیده، خانم دکتر رشیدیان به درستی گفتن که خشونت در تمام کشورهای دنیا میتونه اتفاق بیفته. خشونت در خود امریکا اتفاق میفته. نمونه هاش گفتم. من میخوام شما یک ببینید، هدف خشونت در محیط کار بود، یعنی اساس البته تمام صحبت که ایشون کردن از نقطه نظر فرهنگی، اجتماعی، قراردادهای اجتماعی، خانواده، همه اینا کاملا سر جاشه، ولی صحبت سر این است که من میخوام این شما تشریح بکنید که در محیط کار وقتی چنین چیزی اتفاق میفته که در امریکا ممکنه اتفاق بیفته، تفاوتی که امریکا با ایران در این زمینه داره چیه از نظر شما؟ بله حتما. از نظر من فکر میکنم که چیزی که هستش، شاید مهمترین عاملی که بشه گفت در این زمینه بین ایران و آمریکا میشه مطرح کرد، این هستش که قوانین خیلی خیلی بهتری وضع شده در این زمینه و قوانین اجرا میشن، کامل هستن و اجرا میشن از همه مهمتر، و برخورد بسیار جدی میکنن. یعنی اون هزینه‌ای که اون فردی که خشونت رو اعمال میکنه در محیط کار باید در ایران به پردازه خیلی متفاوته با هزینه‌ای که اون فرد باید در آمریکا به پردازه. اگر اجازه بدید من از این فرصت استفاده کنم راجع به اینکه حالا چون ما توی برنامه اونم بیشتر روی خانوما صحبت میکنیم و حالا تبعیضایی که علیهشون قائل بهشون اعمال میشه و مشکلاتی که دارن، اگه اجازه بدید من از این فرصت استفاده کنم راجع به در واقع خشونت‌های جنسی و سوء استفاده‌های جنسی که از خانم‌ها در ایران در سر کار یعنی مورد سوء استفاده قرار میگیرن یک صحبتی بکنم. قطعا در همه کشورها این هست، ما اصلا در این فکر نمی‌کنم بحثی داشته باشیم، ولی خب مسئله این هستش که در کشورهای متفاوت این قضیه کم و زیاد هست و خب ما بیشتر در واقع صحبتمون راجع به کشور خودمون هست و باید ببینیم که ببینیم مشکلات چی هستن و چه کار باید بکنیم. توی این روزهای اخیر یه ویدئوی دست به دست میشد از یک دختر خانم جوونی که گریه میکرد و عنوان میکرد که
در واقع مدیرش، حالا صاحب کار، کارفرما، حالا هر چه که بشه اسمشو گذاشت، حق و حقوقش رو نمیده و به علتش هم این هستش که از به اون فرد گفته که تو یا باید با من رابطه داشته باشی که حق و حقوقتو بدم، و اگه با من رابطه نداشته باشی حق و حقوقتو نمیدم. و در واقع این یه جورایی سوء استفاده از قدرت هست و در واقع بحث این دوباره بحث داستان سوء استفاده های جنسی خانوما پیش میاد، که این من فکر میکنم اینجا خیلی اهمیت داره. حالا قبل از اینکه جلوتر برم راجع به این افشاگری که این خانوم شجاع کرد بخوام صحبت کنم، یه ذره بیایم عقبتر راجع به این بگیم که اول از همچه هر چیز راجع به این سوء استفاده های جنسی خیلی مهم است که ما اصلا بدونیم چه چیزهای تحت عنوان سوء استفاده های جنسی در این دسته قرار میگیرن، کما اینکه ممکنه که خانمای زیادی باشن که تحت سوء استفاده های جنسی قرار بگیرن در محیط کار ولی اصلا آگاه نباشن که این سوء استفاده جنسی حساب میشه. ما میتونیم سوء استفاده های جنسی رو در چهار کاتگوری، در چهار طبقه عنوان کنیم. یکی سوء استفاده هایی که هممون میدونیم به عنوان سوء استفاده کلامی هستن، یعنی که فرد میاد مثلا در راجع به اون بدن اون خانم به اون خانم اظهار نظر میکنه، حالا به هر شکلی، یا اینکه غیر کلامی باشه، یا اینکه مثلا کلامی نوع انواع دیگه هم میتونه باشه دیگه، مثلا حالا به هر صورت، ولی غیر کلامی هم میتونه باشه، مثلا خیره بشه به اون فرد، و از طرف دیگه میتونه از نوعهای دیگه هم باشه، مثلا بیاد یک عکس نامناسب، یک فیلم نامناسب به اون فرد ارسال کنه و باعث آزارش بشه، یا اینکه مثلا متعدد از اون طرف بخواد که بیا با هم دیگه بیرون قرار بذاریم. اینا همه واقعا جز سوء استفاده جنسی حساب میشن، ولی کما اینکه ممکنه خیلی از ماها سر کار باشیم، خانوم باشیم و اینو اطلاع نداشته باشیم در واقع داریم تحت سوء استفاده قرار میگیریم. و چهارمین موره که دقیقا امروز راجع بهش عنوان کردیم، دقیقا در واقع سوء استفاده هایی هستش که به افراد اعمال میشه در محیط کار از سوی کارفرماشون، که در واقع از سوی فردی که در واقع قدرت رو در دست داره و از اون قدرت میاد سوء استفاده میکنه. این خانم که این صحبت رو عنوان کردن واقعا خانم شجاعی بودن و ایشون التماس میکردن که خواهش به خانم های دیگه که خواهش میکنن بیاید بگید این مسائل رو، شما بیاید بگید که دارید مورد سوء استفاده قرار میگیرید. چرا؟ چون که ببینید اون فردی که سکوت میکنه، اون خانمی که سکوت میکنه، در واقع خب از ترس متاسفانه به خاطر این باور جامعه هست، یک قسمتش خب به خاطر اینه که در واقع توی اون محیط کار در واقع ضعیف واقع میشه دیگه، قدرت دستش نیست، ولی یه مقدارش هم به خاطر اینه که خیلی وقتا اصلا خانوما روشون نمیشه بگن که دارن مورد سوء استفاده قرار میگیرن به خاطر دید بد جامعه نسبت به اینکه به صد فردی که مورد سوء استفاده قرار میگیره، اون کسی که مورد سوء، در صورتی که اون کسی که مورد سوء استفاده قرار میگیره، حالا سوء استفاده جنسی به هر صورت، لزوما تجاوز هم نیست، واقعا اون فرد به هر صورت قربانی هست، نیاز به حمایت داره، و اون فردی که اون کار زشت رو داره انجام میده، اون فردی هست که مقصر هستش و اون کسی هست که باید شرمنده باشه، احساس گناه کنه و تنبیه بشه. خب و از خانوما میخواست که بیاید اینو بگید تا مشخص بشه، تا تو سوشال میدیا مشخص بشه که چقدر این آمار این سوء استفاده های جنسی در محیط کار بالا رفته و چقدر زیاده و چقدر مهمه این مسئله جدی گرفته بشه. و خب ببینید کسی که سکوت میکنه در مقابل سوء استفاده جنسی در محیط کارش، فقط به خودش ظلم نمیکنه، بلکه به نوعی به صورت غیر مستقیم و ناخواسته به اون شخصی که افراد مورد سوء استفاده قرار میده از اون داره حمایت میکنه، چون میبینه اون فرد ساکته، نفرات بعدی هم این کارو باهاشون میکنه، حتی اگه مثلا از اون کار بیاد بیرون، نفر بعدی، خانم بعدی هم که اونجا استخدام بشه همین مشکل خواهد داشت و این چرخه همینجور ادامه پیدا میکنه. پس یه جایی ما باید شروع کنیم، تلاش کنیم این چرخه رو بشکنیم. و یک مسئله دیگه‌ای که هست، حالا لزوماً هم فقط از سمت کارفرما نیست، میتونه از سمت همکارا باشه و حتی میتونه از سمت مراجعین در محیط کار باشه. ببین یه مثالی که من این مسئله منو یاد یک در واقع اتفاقی که برای خودم افتاد در محیط کار انداختش. زمانی که من کار میکردم تو ایران، توی یکی از این روستاها، توی از روستاهای جنوب کار میکردم، اتفاقی که برام افتاد، یکی از بیماران اومد و خب به هر صورت رفتاری از خودش نشون داد که دقیقا در دسته سوء استفاده جنسی متاسفانه قرار میگرفت، و خب من بلافاصله بلند شدم و
در واقع نگهبان اونجا رو خبر کردم و اصلا قضیه رو عنوان کردم بلند و اصلا نذاشتم قضیه مسکوت بمونه و خب در واقع علیه شکایت کردم و خب خدا رو شکر اون سیستمی که اونجا بود شبکه بهداشت خیلی ساپورت کردن من از این نظر، حتی به خاطرش دادگاه رفتم و بی خیال نشدم. به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه اونجا نگرانیم از این بود فردی که در واقع توی روستا جرأت میکنه بیاد در واقع پزشک روستا رو مورد آزار قرار بده، قطعاً خانمای روستا رو داره هر روز مورد آزار و اذیت قرار میده، قطعا وقتی اون جرأت رو داره قطعا اون کار هم انجام میده که جرأت کمتری میخواد. دکتر میبخشید، این به نظرم میرسه که این جریانی که شما دارید صحبت میکنید در عین حال، ببینید برای شما که یه خانم دکتر بودید و خانم دکتر هستید، به این تفاوت داره با زمانی که یک زن با دو تا بچه یا حالا به هر جهت تنها قراره که از خانواده خودش پشتیبانی بکنه از لحاظ مالی، قرار این است که دلش میخواد به قول معروف نجیب بمونه، اما اونجوری که خانم دکتر رشیدیان به درستی اشاره کردن، اون جامعه مرد سالار یعنی در واقع حقانیت اشکال یکیش اینه که حقانیت به اون مرد میده. و اگر ما قضاوت درست داشته باشیم، همیشه در ایران مرسوم بود میگفتن حتما این خانمه یه کاری کرده به اون مرده اومده به سراغش، یعنی ما همیشه در این راستا به نحوی زن رو سرکوب کردیم و مرد رو صاحب حق جلوه دادیم. این نکته‌ای که ایشون اشاره کردن یک واقعیت به تمام معناست که حالا اگر ما مسائل قانونی قضیه همون جوری که به درستی اشاره کردید شما، یعنی این تفاوت اصلی واقعا میتونه فقط برگرده به قانون، کجا هست که قانون به داد افراد میرسه، کجا هست که با قانون میخواد از همون روایت استفاده بکنه که خوب این زنه حتما یک کاری کرده، این زنه میبخشید یک کاری کرده. حالا در جامعه ای که فرد به علت داشتن شغل، به علت داشتن سرمایه، کارخونه، نمیدونم فلان، دارای ثروتی هست و این خود ثروت معمولا مردم مرعوب میکنه که مبادا اگه من بخوام برم شکایت بکنم این بره و برای من یه گرفتاری های دیگه درست بکنه. یا اصولا در ایران اینجوری که گاهی مثلا این تلفن هایی که آدم میگیره از ایران، مثلا میگن من واقعا فقط از این شهر گذاشتم رفتم، چون اگر قرار بود اینجا میموندم قرار بود که برای من حادثه اتفاق بیفته، چون رفته بودم لوش داده بودم. ببینید این مردم با یه همچین جریاناتی مواجه هستن. حالا من این موضوع نگه میدارم در اینجا، برمیگردم در این قسمت دوم برنامه مون که حالا تا پایان شهر چقدر باشه، خیلی چیزهای دیگه هست که من دلم میخواد در همین جلسه بتونیم بهش برسیم. یکیش این بود که پری روز من برجهت با این تلفنم که داشتم همینجور نگاه میکردم این بر بعد دیدم که صحبت از پورنوگرافی بچه هاست در ایران. خب با خودم فکر میکردم که ببینید در گذشته هم یه چیزه، در تمام دنیا این قضیه اتفاق میفته و من مطمئن هستم که خانم دکتر رشیدیان در این مورد 100% با من موافقه، در تمام دنیا این حادثه اتفاق افتاده. من خودم در زمانی که با کانتی لس آنجلس کار میکردم بارهای این حادثه اتفاق افتاده بود که همسایه‌ای که وجود داشته بدون اینکه اطلاع بده به همسایه دیگرش، بچه‌هاش که می آورده اونجا ازشون فیلم برداری میکرده. خب سوال،
چطوری که خب مثلا فرض بکنید که از لحاظ سابقه تاریخی، حالا من دوباره برمیگردم به این مسئله، اینه که آیا دولت، یعنی برای اینکه از وقت استفاده بکنیم، آیا دولت در این مورد کجا هست که چه کاری انجام میده؟ ما سابقه آقای طوسی رو داریم در ایران، فقط تفاوتش اینه که او فیلم برداری نمی کرد. ببینید ما به چه ترتیب برای فرهنگی که این همه در گذشته ها برای زن احترام قائل بود، که زن رو به سرداری سپاه منصوب میکرد، آرتمیس، که زن رو به پادشاهی انتخاب میکرد، پوراندخت، بازرگان‌دخت و بودن یکی دوتای دیگه، اینا میخوام ببینم که در ساختار امروز زندگی ما و در این که ما در چنان کشوری زندگی می کردیم، آیا چه بهانه هایی می تونیم داشته باشیم که بتونیم این موضوع خیلی خیلی آروم از پهلوش بگذاریم؟ مگر ممکنه در کشور ما بیزنسی، تجارتی، سوء استفاده از چیزی اتفاق بیفته که دست بزرگان در کار نباشه؟ من میخوام که با راجع به این موضوعی مقدار بحث بکنیم و صحبت بکنیم که آیا این جریان به چه دلایلی اتفاق، دلایل دیگه هم داره، ولی من دلم میخواد که شما آغازگر صحبت باشید در این مورد. شما خیلی حرف دارم راجع به این موضوع، بفرمایید. شما خانم دکتر رشیدیان، خواهش میکنم. میدید همچون که به درستی خودتون اشاره کردید، مسئله چایلد پورنوگرافی در یه مسئله جهانی. دلیل اینکه برای ما شاید بیشتر ناراحت کننده است از کشورهای دیگه اینه که ما خب ایرانی هستیم و یک تعصب خاصی نسبت به بچه‌هامون داریم. میدید یعنی چرا ما باید تمرکز بکنیم روی اینکه چرا در مملکت من چایلد پورنوگرافی هست، در صورتی که میدونیم یکی از بزرگترین صنعت‌های دنیاست. این یه واقعیتیه و به خاطر اینکه خب ما همیشه گفتیم ما ایرانی هستیم، ما فرهنگمون متفاوته، ما زندگیمون متفاوته و اون عشق و محبتی که ما واقعا دلبستگیایی که ما به ایرانی و ایرانی بودن خودمون داریم ما رو واقعا جدا میکنه از بقیه دنیا. این یک تعصبیه که همیشه ایرانی بودن ما برای ما آورده و ما نمیخوایم اونو از دست بدیم و فکر این که بچه‌های ما میتونن جزوی یک ایندستری باشن که ایندستری جهانی که ازشون سوء استفاده میکنه. مسئله که هستش، ببینید وقتی که نگاه میکنیم قوانین کشوری رو نگاه میکنیم در هر جامعه ای، میبینیم که قوانینی دارن که کاملا بر ضد چایلد پورنوگرافی، اصلا قوانینی دارن که بر ضد پورنوگرافی هستش به طور کلی، قوانینی دارن که بر علیه چایلد براید هستش، ازدواج زیر سن قانونی، قوانینی هستش که در اصل حامی دخترهاست، حامی بچه هاست، حامی پسر بچه هاست. پس بنابراین قوانین روی کاغذ وجود داره، نمیشه گفت که قوانینی نیست، نمیشه گفتش که یک کشور میگه که خب چایلد پورنوگرافی انجام شده که شده ایرادی نداره، همچی چیزی نیست. همه جا این قوانین ها نوشته است، جزء کانستیتوشن هر مملکتی هست، همونطور که قوانین دزدی برای دزدی هست، همونطور که زندان وجود داره، همونطور که به دادگاه رفتن وجود داره، قضاوت هایی هست، عدالتی هست، همه اینا هست. منتها چطور یک همسایه میتونه دو تا فرزند همسایه خودشو ببره اونجا و ازشون فیلم برداری بکنه؟ یه مقداری، و من اینو همیشه اشاره کردم،
این ضعفی هست که در سیستم خانواده وجود داره. ببین ما همینا رو ما باید از سیستم خانواده شروع بکنیم. این خانواده اگر اطلاع کافی داشته باشه از اینکه بچه‌ش میتونه در هر لحظه در خطر باشه، حتی با افراد نزدیک خانواده، حتی با همسایه، که ما در ایران روی همسایه‌مون خیلی خیلی اعتماد همیشه وجود داشته، هنوز هم همسایه نقش مهمی در زندگی انسان داره، منتها نمیشه به اون تکیه کرد، نمیشه گفت قوانین مملکتی هستش که میاد فرزند منو محافظت میکنه، نمیشه گفتش که در مدرسه معلمی پیدا نمیشه که از بچه من سوء استفاده بکنه، نمیشه گفت که من فامیلی دارم، پسر عمو پسر عمه یا فردی رو دارم که میتونم به خاطر اینکه فامیلمه بهش اعتماد بکنم. بنابراین یه مقداری زیادی اینجا برای اینکه ما بتونیم این مسئله رو تحت کنترل قرار بدیم، آموزش بچه هاست، آموزش پدر مادر هاست. اینجا الان در خود آمریکا ما میبینیم که الان شروع کردن از کودکستان به بچه ها یاد میدن که لمس کردن بدنشون خارج از قوانین انسانی، این اپروپریت بودن یعنی چی، و دارن به بچه ها یاد میدن. بعضی از پدر مادرها مخالفت میکنن که بچه هاشون حتی سر این کلاس ها برن، ولی به هر حال داریم موفق میشیم در این مورد خوشبختانه، و هرچی که مدارس میان و یاد بچه ها، یاد پدر مادرها میدن که چی کار باید بکنن، میبینیم که تقاضا بیشتر میشه. مسئله اینجاست که پورنوگرافی بچه در دنیا قدرت بسیار بسیار عظیمی هست، و ما اگر که فقط بخوایم منتظر بمونیم تا قوانین مملکتی و یا حتی افرادی که در صدر این کارها هستن بیان و به این مسئله رو بررسی بکنن، شاید ما هیچ وقت به اون نتیجه نرسیم، برای اینکه نمیدونیم در حقیقت پشت این صحنه کی هست، و این یه واقعیتی هستش. ولی اگر که خود پدر مادرها بیان و قبول بکنن یه سری مسئولیت اینا خودشون قبول بکنن، اون شرم و حیا رو بذارن کنار و بگن ما از این حرفا نمیزنیم، یا هر چیز دلیل دیگه که میارن که فقط برای خودشون قانع کننده است، شاید ما از اون طریق بتونیم به بچه هامون یاد بدیم که وقتی که میرن خونه همسایه مواظب چه حرکاتی، مواظب چه چیزهایی باشن. اشکال بزرگ با که این قدرت ها میتونن حالا با خشونت و یا بی خشونت، با مهربانی و دوستی و کلک زدن و حق بچه ها رو به این راه بکشونن، اینه که بچه های ما بی اطلاعن، اینه که پدر مادرهای ما نمیخوان به این مسئله سکشوالیتی نگاه بکنن، نمیخوان به این مسائل آگاهی پیدا کنن، برای اینکه اینو هنوز شرم آور و عیب میدونن، و حتی خودشون به اصطلاح اون راحتی ده که بخوان در مورد سوء استفاده های سکشوالیتی نگاه بکنن، اون کامفورت رو ندارن، اون راحتی رو ندارن، بلکه اون اطلاع رو ندارن. و هنوز در مملکت ما درست خیلی چیزا عوض شده، درست نگاه به سکس و سکشوالیتی خیلی عوض شده، ولی اون بین جوانهای ماست و هنوز هم خیلی نپخته است، با وجود اینکه میبینیم که تغییراتی هست، ولی اون تغییراتی که من دنبالش هستم تغییرات علمی هست، تغییرات تحقیقاتی هست، به اصطلاح تغییرات دانشی هست، اون آشنایی به این که چطور من به عنوان یک انسان که سکشوالیتی جزء اصلی زندگی من هست، چطور من اونو به فرزند خودم یاد بدم، چطور خودم اونو در مورد خودم یاد بگیرم که بتونم به بچه‌م یک زندگی سالم در این مورد بدم. شاید خیلی از مملکت ها قوانین های محکمی داشته باشن، بعضی ها سنتی قوانین های داشته باشن که یه ذره به اون سفت و سختی نباشه، ولی نهایتا قانون همه چه و همه جا حضور نداره متاسفانه، و ما میدونیم که مسئله چال پورنوگرافی همیشه در جاهای اتفاق میفته که انسان اصلا انتظارشو نداره، و اینجاست که پدر مادرها و بچه ها بایستی این آگاهی رو داشته باشن. بله، کاملا درسته این موضوع. من از خانم دکتر سویده خواهش میکنم که عواملی رو که میتونه واقعا در این زمینه، خانم دکتر رشیدیان اشاره کردن، ولی
یک چیزهای کلیدی میتونه تو این زمینه وجود داشته باشه که این چیزهای کلیدی افراد رو راحت تر بکنه به سوی اینجور کارها ببره. اینا رو میخواستم اگر تا اونجایی که امکان پذیره، تا اونجایی که میشه بتونیم بریم جلو، چون خیلی خیلی واقعا پیشیدگی های این قضیه خیلی خیلی زیاده. میتونه در این مورد مذهب دخالت داشته باشه، میتونه خانواده دخالت داشته باشه همینجوری که اشاره کردم، میتونه جامعه به طور کلی دیدگاهی از این قبیل داشته باشه. شما نگاه بکنید در بسیاری از منشآتی که ما از لحاظ لیترچر یه همچین رفتاری از گذشته ها وجود داره و در الان دیگه برملا شده به طور کلی. میخواستم صحبت بشه ببینیم که چه میتونه در حقیقت افراد رو خیالشون راحت بکنه که من نه مرتکب کار اشتباهی میشم و نه مرتکب گناه میشم به طور کلی. بفرمایید. فکر میکنم اگر منظورتون رو درست متوجه شدم، شاید بیشتر بتونیم بگیم منظورتون این هستش که انگیزه شون رو در واقع بگیم از این کار. درست متوجه شدم آقای دکتر؟ بفرمایید. بله، من فکر میکنم که با توجه به شرایط فعلی ایران و با وضع اقتصادی که در ایران حاکم هست، شاید بتونیم بگیم یکی از عواملی که شاید باعث شده که این قضیه در ایران بیشتر از قبل بشه، انگیزه های مالی و اقتصادی پشتش باشه. یعنی خانواده‌ای که مثلا فردی که از نظر مالی دست‌تنگ باشه، مطمئناً وقتی که کار به جایی برسه که نون نداشته باشه بخوره، مطمئناً میتونه دست به کارهایی بزنه که در حالت عادی حتی با ارزش‌های خودش مغایرت داره. یعنی من فکر می‌کنم که این مسئله اقتصادی و این پولی که پشت این کار میتونه به دست بیاد، قطعاً تأثیر بسیار بسزایی داره در اینکه بتونه یه انگیزه‌ای باشه پشت این قضیه. و یک مسئله دیگه‌ای که شاید بد نباشه اینجا بهش اشاره کنیم، نقش سوشال میدیا هستش. سوشال میدیا هم در این زمینه باید حتما نقشش رو جدی بگیریم، که البته خب یه مقدار از داستان انگیزه و اینها جدا میشیم، ولی اینو میخواستم اینجا عنوان کنم که در واقع خیلی مثلا سوشال میدیایی مثل در واقع ایکس، یوتیوب، فیسبوک خیلی قوانین سفت و سختی گذاشتن برای این قضیه، ولی هنوز همچنان این قوانین یه سری رخنه‌هایی داره که باعث میشه که همچنان این فیلم‌ها و این در واقع محتویات، حالا مطالب محتوای اینطوری پخش بشه که در واقع ازش میتونن در واقع یه جورای دورش بزنن. و خب این هم یک مسئله هستش. و از طرف دیگه یک چیز مسئله نگران کننده‌ای که من اینجا فکر میکنم شاید بد نباشه راجبش اشاره کنیم، مسئله نورمالیزیشن هم هستش. وقتی این فیلم‌ها زیاد منتشر بشن، یک موزلی که در آیند برای ما خواهند داشت که قاعدتا بیشتر و بیشتر میشه، اینه که کم کم این قضیه شروع میکنه به نرمال شدن. حتی هر چیزی که انسان زیاد ببینه، قطعا بعد از این مدتی نسبت بهش حساسیت زدایی پیدا میکنه. و حالا امیدوارم که این مسئله شروع نشه به اینکه بخواد حساسیت زدایی پیدا کنه و واقعا راهکاری براش پیدا بشه، هرچند که واقعا حل این مسئله نیازمند تصمیم گیری در سطح کلان هستش. من اگر اجازه بدید اینجا یه نکته رو بگم خدمتتون، چقدر شما اینو به درستی گفتید، مسئله نورمالیزیشن. من واقعا در کار روان درمانی روزی نیست که یک کلاینت نداشته باشم که وقتی که صحبت میکنه در مورد زندگیش، نگه که در یک سن خاصی به وسیله یه نفر یا دو نفر و یا بیشتر تجاوزهایی بهش شده، حالا در سطح‌های مختلف. و اینا وقتی که این مسئله رو مطرح میکنن از سمت خانواده یا حتی در کسای دیگه که میتونن کمک باشن، یه هاش هاش روش میذارن و میگن که چی؟ میگن که خب این مسائل همیشه هست، کاریش نمیشه کرد، صداش هم حالا در نیار، آبرومو میره. و متاسفانه ایراد کار همینجاست. حالا یه نفر، یه کودک 5 ساله این چیزو نداره، این به قول معروف این
قدرت رو نداره که بیاد اینو بخواد بذاره کنار. بنابراین ما میبینیم که تروماهایی که بهشون وارد میشه در 6 ساعتی هستش، بسیار بسیار وحشتناکه. ولی همین که خانواده ها حالا به خاطر دلایل مختلف، یکی این که هیچ گونه ریسورسی ندارن که برن کمک بگیرن، یکی این که قانون شاید بهشون کمک نکنه، یکی این که از ترس آبرو نمیان حرفی بزنن، همین ها باعث میشه که این مسائل میتونه هر روز قدرت بیشتری پیدا بکنه و در خفا بمونه متاسفانه. ولی ما اثرهاشو بعداً در جامعه و در طی رفتارهای خشونت آمیز جامعه میبینیم و این خیلی مسئله مهمیه که این نرمال نیست. هیچ گونه پورن نرمال نیست، هیچ گونه تجاوز جنسی نرمال نیست، هیچ گونه به اصطلاح سر کار خانم ها رو به خاطر اینکه خانم هستن پروموشن ندادن بهشون نرمال نیست، نمیدونم به خاطر اینکه حامله هستن و میرن پرگنسی لیو میگیرن، وقتی که برمیگردن جابشون دیگه اویلیبل نیست. اینا همش این خشونت هاست و خیلیش به سکشوالیتی ربط داره. بنابراین میشه گفت که یک روشی که از خشونت استفاده میشه در سکشوالیتی در هر سطحی و در هر سن و سالی میتونه کاملا خودشو نشون بده و نمیشه اینا رو ما به خاطر آبرو و به خاطر نداشتن ریسورس که بریم کمک بگیریم ما اینا رو نرمال حساب بکنیم. بله خب کاملا همین ملی که امروز تشریح دارید میکنید. من میخواستم این سوال رو مطرح بکنم که هر کدوم، حالا من نمیدونم چقدر وقت داریم، ولی شما اول خانم دکتر سفیده جواب بدید که آیا اصولا وقتی که ما سن ازدواج رو میاریم پایین به یه همچین تفکراتی اصولا بیشتر این فکر رو میتونیم توی مردم به وجود بیاریم که اگه سابقا فکر میکردیم که یه دختر جوونیش مثلا از 18 سالگی باید ازدواج بکنه یا 20 سالگی، بعد بگیم اون 16 سالگی هم میتونه بکنه اشکال نداره، کما که در خود امریکا سن 16 سالگی اینا میرن تو دادگاه و واژه میگن ایمانسیپیشن. ایمانسیپیشن یعنی من دختر بالغ و بزرگی هستم که میتونم از خودم دفاع بکنم و میتونم زندگی خودم مستقلانه به اصطلاح بگذرونم و میخوام ازدواج بکنم و دادگاه بر اساس موقعیتی که اون دختر از خودش نشون میده و مدارکی که مطرح میکنه و نشون میده بهش میگن خیلی خوب برو به این کار بهش جواز میدن. ولی این کار برای دختر 14 ساله نمیکنن، یا برای دختر 12 ساله، یا برای دختر 10 ساله نمی کنم. ولی وقتی که ما اعتقادمون بر این باشه که این دختر 10 ساله به علت اینکه بالغ شده، یعنی جسمن بالغه، ببینید من ممکنه اینه در فرض بفرمایید که خیلی از کشورهای آفریقایی این کار قبلا هم مرسوم بوده، به علت اینکه آب و هوا اینجوری بوده ممکن بود که دخترها خیلی خیلی زودتر بالغ بشن، به نتیجه سن ازدواج هی آورده بودن پایین. ولی برای کشور ما که ما از یک تمدن بسیار عظیمی برخوردار هستیم، آیا نباید فکر بکنیم که این وجود، ببینید انواع اقسام بیماری های جسمانی و روانی به سراغ این دخترها میاد. شما ها نگاه بکنید ببینید که این مادر بزرگایی که اومدن گفتن ما مثلا 12 سالمون بوده ازدواج بکنید، یه صحبت من 100 سال پیش دارم میگم، 12 سالش بوده 11 سالش بوده، خیلی خیلی عذر میخوام. من کلاینتی داشتم که اومد به من در صحبتی که الان میکنم صحبت در حدود 40 سال پیشه که دیدمش و اون موقع اون خانم سنش خیلی زیاد بود، به من اینه گفت، گفت من انقدر بچه بودم ازدواج کردم که در شب ازدواجم پا
پهلوی خودم فکر کردم که اینجا توالت شاشیلم رو شوهرم. این عین واقع دارم بهتون میگم، یعنی چیزیه که توی جلسه اتفاق افتاد که من دارم براتون تعریف میکنم. حالا شما وقتی که راجع به جریانهای کودک آزاری که خانم دکتر رشیدیان خیلی راجبش میدونن، وقتی برمیگردید ببینید یکی از شاخصهای تجاوز به کودکان این بازگشت به دوران کودکی، یعنی به خیلی خیلی وقتهای پیش که جای خودشون خیس میکردن، یه چیز خیلی خیلی عادیه. یعنی کودکی که مورد تجاوز قرار میگیره is using defense mechanism regression، ریگرس میکنن، برمیگردن به گذشته هاشون، برمیگردن دو ساله میشن. و خیلی جالبه که شما نگاه بکنید معمولا دخترها خیلی خیلی زودتر از پسرها این استقلال تصمیم گیری که در چه موقعی باید این کار انجام بشه پیدا میکنن، و پسرها انگار که اعضای جسمانیشون یک کمی دیرتر دیولوپ میشه برای اینکه یه همچین کنترلی بتونن به دست بیارن. در هر حال سوال همینه که آیا این سن پایین، آیا وجود از نظر شما میتونه دخالت داشته باشه در این جریان یا نه؟ در جریان آسیب هایی که در بعد از ازدواج اگر متوجه شده باشم، منظورتون رو فکر میکنم بود آقای دکتر، درسته؟ چی فرمودید؟ در جریان آسیبی که متعاقب ازدواج زودرس دوچار میشن میفرمایید؟ قانون وقتی که به این صورت اجازه میده، یعنی وقتی که شما میتونید با بقول معروف با صغار میتونید با افرادی که هنوز کبیر نیستن، هنوز آگاهی از جسم خودشون به اندازه کافی ندارن، اونهایی که نمیدونن دارن چه کار میکنن و ما به سرشون میاریم. اشاره درست خانم دکتر رشیدیان به خانواده بود که وقتی یک همچین خانواده هایی وجود داشته باشن که در ایران زمانی که خانم دکتر فرماییان ستاره فرمانده زنده یاد، ایشون رئیس دانشکده خدمات اجتماعی بود، به این خدمات اجتماعی یکی از تحقیقاتش در مورد روسبیگری بود و در مورد اینکه چگونه بعضی حاضر هستن که از این راه بخوان زندگی بکنن، چون بالاخره همون موقع هم عوامل متعددی بود که میتونستن از اون عوامل استفاده بکنن دارن زندگیشونه حفظ بکنن، ولی نمی کردن این کاره. یکی از این جریانات مسئله ازدواج هایی بود که بدون آمادگی دختر به وسیله پدر و مادر به عنوان اینه که این شخص داره فروش به اصطلاح ازدواج میکنه قبول داشتن که به عنوان گرفتن یه اسمایی داره داشت اون موقع که نمیدونم چی بود، اون یه پولی میگرفتن، اون اسم داره، این همینه که دارم بهتون میگم، در مثلا دهات و در شهرهای خیلی خیلی کوچک این راننده کامیون میومد، به این راننده کامیون این دختر رو به عنوان این که ازدواج بکنه میگرفت، بعد میآوردش تحویل افرادی میداد که ازش سوء استفاده بکنن. وجود داشته، یعنی همون جوری که به درستی ایشون اشاره کردم که واقعا مسئله جامعه بخواه یه چیز تازه‌ای نیست، ولی ما انتظار نداریم که در یک همچین دنیایی بیره همچین روزی که در قرن که الان داریم توش زندگی میکنیم حوادثی رو ببینیم که مربوط بشه به 400 سال پیش، 1200 سال پیش یا 100 سال، 250 سال پیش. ببینید این هاست. من
فکر میکنم که به پایان وقتمون رسیدیم. اگر به پایان وقتمون رسیدیم، آقای شهرتی چقدر وقت داریم؟ خب خیلی خیلی سپاسگزارم از خود شما و شهرتی که این برنامه رو مدیریت کردید در جمع و جور کردن جمع کل با همه اشکالاتی که قبلا وجود داشت. از خانم دکتر رشیدیان که امروز واقعا بحثایی که جدا از صحبت من بود به درستی در نهایت روشنی مطرح کردن. از خانم دکتر سپیده که تجربیات خودشونه و آگاهی خودشونه با ما در میان گذاشتن سپاسگزار هستم. تا هفته آینده که برنامه دیگر خواهیم داشت به مطالبی بسیار بسیار جالب. من امروز تمام مطالبی که میخواستم اینجا بگم یک دهمش مطرح کردم. یک مطلب. روز روزگارتون خوش. خدا نگهدار.